دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدید تو این جلسه میخوایم با هم دیگه مثال دیگه از قدر مطلق راه حرف بکنیم قدر مطلق x به اضافه 3 برابر 5 شده و از همون خواستن حساب کنیم که x چقدر بچه ها من قدر مطلق رو با, با محور اعداد شروع کرد یعنی یکی از راه های با قدر مطلق و شاید یکی از راه اساسیمون محور اعداد گفتیم که وقتی که میگن که قدر یه عدد 5 یعنی که 5 واحد از محور از مبدا محور اعدادمون فاصله داره حالا این 5 واحد میتونه سمت راست باشه یعنی اون عددمون توی مثبت 5 قرار داشته باشه یا میتونه از سمت پنج، از سمت چپ 5 واحد فاصله داشته باشه یعنی در منفی 5 قرار داشته باشه پس x به اضافه 3 میتونه یا مثبت 5 باشه یا منفی 5 دو حالت رو من نمی‌نویسم اینجا x به اضافه 3 برابر 5 و x به اضافه 3 برابر با منفی 5 خب حالا بچه ها اگر x به اضافه 3 برابر 5 باشه x چنده؟ از دو طرف 3 کم میکنیم از این معادله که اینجا دارم میشه x برابر 2 خب از روی محور عدد هم میشد یه جورایی بگیم x به اضافه 3 ما رو رسونده به نقطه 5 یعنی x با 3 واحد که جمع شده شده 5 پس اگه ما 3 واحد ازش کم بکنیم به عدد x میرسیم یعنی 3 واحد به عقب برگردیم که میرسیم به عدد 2 دو. حالا دوباره x به اضافه 3 اگه منفی 5 شده باشه بچه x چند ما یه 3 از دو طرف کم میکنیم دوباره و دیگه 3 کم بکنیم x برابر منفی 8 بشه دوباره با همون استراتژی میتونیم از روی محور اعداد هم بگیم بچه ها میتونیم بگیم که ما x به اضافه 3 ما رو به منفی 5 رسونده یعنی خود x سه واحد کمتره یعنی ما اگه سه واحد به سمت چپ به سمت عقب حرکت بکنیم که همون چپه بعد منفی 8 میرسیم که x مونه بچه پس x یا 2 یا منفی 8 و چه دو باشه چه منفی 8 قدر مطلق x به اضافه 3 میشه پنج بچه خب بچه ها حالا یه چیز دیگه این مثال یه جورایی مثال اولیه ای بود ما میتونیم یه ذره مثالمون رو پیچیده تر بکنیم شاید هم خیلی پیچیده تر نشه اما یه مثال دیگه هم با هم حل بکنیم باشه امیدوارم که گفته باشید باشه مثالمون از این قراره 4x به اضافه 20 شده سی و دو خب میخوایم x رو پیدا بکنیم بچه اولش میشه اولش یعنی باید کاری بکنیم که یه ذره راحت تر بشه و بف... بفهمیم که x برابر قدر مطلق x برابر چند شد برای اینکه این, این کار بکنی من از دو طرف اول یه 20 کم میکنم که میشه 4 تا قدر مطلق x برابر با 12 باز من نمیدونم قدر مطلق x چقدر که از روش x رو حساب بکنم کاری که میکنم اینه که x دو طرف رو تقسیم برای 4 میکنم که اون وقت میشه قدر مطلق x برابر با سه. خب دوباره بچه ها گفتیم که وقتی که قدر مطلقمون سه باشه بذارید من دوباره از روی محور اعداد بگم که بچه ها چی میشد؟ میتونستیم بگیم سه واحد از مبدع فاصله داری حالا این سه واحد میتونه از سمت راست باشه یعنی مثبت سه باشه X و یا میتونه بچه ها سه واحد از سمت چپ باشه یعنی منفی سه باشه پس اگر قدر مطلق x برابر با سه باشه x برابر میشه با مثبت و منفی سه درسته؟ و خیلی ممنون بچه ها این هم دو تا مثال دیگه از قدر مطلق که حل کردیم توی جلسات بعد باز هم و پس قدر مطلق رو ادامه میدیم فعلا خدافز